أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. برادران وهمشيراي محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا كناك در صحة وسلامتي باشن باشمول ما. الله سبحانه وتعالى از تمام آفات و بلیات، کسانی که پروگرام ما را گوش میگیرن و کسانی که علاقه دارن به دین اسلام، همه را در حفظ و امان خود نگاه کنه. الله سبحانه و تعالی ما را هم صحت بده. و امروز یک موضوع ما حکام ملوک و حکام فاسد است، و در این زمینه هم بحث است. و این آیتی را که خواندم برتان که ربنا لا تجعلنا فتنه للکافرین، ای پروردگار، در سوره ممتحنه آیت پنجم است. الله سبحانه و تعالی می فرماید که ای پروردگار ما که ما را حس کردی، لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، ما را فتنه برای کافران نگرد. مراد از فتنه در اینجا چی است؟ مراد از فتنه یعنی به معنای اضطراب حال است و فساد حال است. یعنی برای ما شما اضطراب و ایر پیدا نکنید، اضطراب و سر ما پیدا نکنید. اضطراب یک حالتی است که انسان به اختیار خود نمی باشه. ما در هفته گذشته برای شما مثالی از هاروت و ماروت دادم که اونا خنده کرده بودن سر یک مسلمانی که او چشم بد داشت سر کدام زن، و او را الله سبحانه و تعالی گفت ما به شما شهوت ندادیم و از این سبب تو خنده میکنید. و کسی که شهوت داشته باشه، با شهوتش این راه خدا را بگیره، او مقامش بسیار بلند است. شما خنده کردین سر از او، ما شما را چی میکنیم؟ یعنی در این فتنه داخل میکنیم. در این فتنه که داخلش میکنه، او سحره یعنی میگه سحر کفر است. اما اینا خودشان به سببی که دارای شهوت است، به این مصیبت اینمی چیزی که مردم زناکار چی واقع میشه، اینا واقع میشه. این خودش میگه نحن فتنه، تو ما برای فتنه آمدیم. حال ما مضطرب است، حال ما بسیار فاسد است که ما در این حالت قرار بگیریم. ولی کسانی که زیر چی قرار میگیرن، زیر تاثیر کفار قرار میگیرن که اونا را به دین خود میخواه، یا اینا از سبب بسیار اضطراب است، خودشان مثل که در
سیدن آمدن و گفتن ما به دین نصارا داخل میشیم اگر ما را جای بده. این ای حالات استراب است، حالات فساد است، این حالت ما را نرسان خدای. ما را اگر ما مثلا یک حالت یک عجز باشه، یک حالت خراب باشه، انسان به این دیار بیاید از سبب یزی که او را میکشن یا چی میکنن و علایده پس و در اوج دین خود حفظ کنه، این مطابق قواعد بین الدول عمومی هیچ کس در هیچ جای حق نداره که مردم در اضطراب قرار بده، که حتما شما یعنی به دین ما بیاین و اینا را بعض از نواحی مختلف اینا را چی کنه، وادار بسازه که اینا دین کفر بگیره. ایجده بانای لا تجعل نافذن و معنای استراب حال و فسادیان و الفتنه تو اشد من القتل. در سوره بقره میگه الله سبحانه و تعالی آیت 191 که و الفتنه تو اشد من القتل، کسی که کسی را در فتنه میگه از قتل کده بدتر است. مردمی که یک مسلمان در حالت استراب قرار میده و او شدیدتر از جزایش از جزای قاتل کرده، یعنی میگرداند کافران ما را مفتون در دین ما، در فتنه میندازد در دین ما. میگه سبب اینمی دین است که شما پس ماندین، شما یعنی ای طور شدین، شما این سبب دین نیست، در دینی فتنه ها نیست، در دینی رقم نظام نیست. ما گفتیم که اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، ای حدیث شریف در مشکات شریف است. ما وقتی که خورد بده میره میخوانده که اگر یک کسی حکم را به غیر اهلش بده منتظر قیامت باشه. امراض دو قیامت، قیامت دنیاست، قیامت آخرت نیست. قیامت آخرت با چی انسان نیست و بسیار کلان گپ است. فکر شما شد یعنی؟ یعنی ازا اسند الامر الى غیر اهلی، غیر اهل کی است که در رأس قدرت در یک دولت اسلامی قرار بگیره؟ او باید عالم دین باشد یا مثلا مشاوری داشته باشه که اگر او اگرچه بعضی علما شرط کده که تا اندازه مجاهد مجتهد باشه، یعنی مجتهد به این اندازه باشه. بعضی گفته که نه خیر است اگر مجتهد نباشه، لیکن کسایی داشته باشه که برشان احکام دین بیان کنه و خودش هم فهمیده باشه در دین، یعنی دین احکامش بفهمه، ایتور اشخاص باشه. اگر حکام ایتو کسانی باشه که او خودش سکولر باشه، او خودش مثلا در امورات دین هیچ کدام دانش نداشته باشه، کدام شوق و کدام ذوق و کدام چیزی نداشته باشه، ای را ای فساد است. فساد است در او ملک فساد میره، او ملک تباه میشه. اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، قیامت دنیایی را چی بکنند؟ قیامت دنیایی از خراب شدن اوضاع است، قتل و قتال است، ای چیز است. هر وقتی که دین اسلام به حال خود رسید در او ملک، پس به حالت اصلی خود برمیگرده، امن و امان پس میگرده. اگر او مسلمان ها واقعا مسلمان های حقیقی باشند و اونها به غرض دین همون تو که اظهار میداره همون تو عملی بسازن، در او وطن آرامی و امنیت میاید. از این آیت کریمه اینمی معنا میبره، مردم مسترب نمیشوه، مردم در امن میشوه، روزی و هر چیز از طرف خداوند زیاد میشوه، اینا در راه خدا قرار میگیره. پس چرا مثلا زیر چی کافرها قرار بگیره؟ خود مردم ای ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، گفته استراب و چی را برای ما پیش نکو وقتی که زیر دست کافرها قرار بگیر. واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم،
و دیگه گفته که فتنه از مرد کده بد است، یا کسی یا کس فتنه می اندازه که تو برای از ایجا و پروپاگند می کنه و صدها تخریبات می کنه، او یعنی گناهش از گناه قاتل کده بسیار قوی تر است که مثل که قتل کده باشه اگه انسانه، یه قدر بد است او. والفتنه تو اشد من القتل، چنانچه الله سبحانه و تعالی فرموده است ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، آیه ده سوره البروج. این قرآن کریم همه چیز حل کرده، هزارها مسئله است داری در مسئله امامت مثلا یا ریاست یک دولت اسلامی و نظام یک دولت اسلامی که به چی طریق می باشه و چی میکنه اینا و چقدر مثلا مردم آسایش روانی و ایمانی و چی رو پیدا میکنه در او دولت. از این سبب این چیزا رو شما باید از قرآن بفهمید، دیگه کتابی مثل قرآن نیست در دنیا. یک نفر قسیس و عکسش تا والی در چی هست و او مقایسه کرده بین انجیل مقدس و بین قرآن مقدس، بعد از اینکه ریشش در نصرانیت سفید می شود و کلانترین قسیس است، او به همراه زنش یک جا مسلمان می شود. چرا؟ زیرا که می بینه که در تورات در انجیل امو فراعنه را ذکر کرده که فرعونا بودند در زمان یوسف علیه السلام، در حالی که در قرآن ایر نمیگه که در زمان یوسف علیه السلام فرعون بوده. کسی بوده از رعایا، یعنی از کسانی که چیار مرما را میچنه چی، از اون خود مردم اونا مسلط بوده بر اوضاع در اون وقت. یوسف علیه السلام پیش از اون میره و او خبر میشه از یوسف علیه السلام که در بندی خانه است، او را میطلبه و او را کلانترین منصب برش میده که پایه اساسی تمام دولتش است. او فرعون نیست. حقیقت قرآن بیان میکنه براتون، حقیقت قرآن که هیچ کس در این دست زده نتوانسته، هیچ کس در این دست زده نتوانسته. یک نفر اسرائیلی بسیار زیبا و چی آدم مقبول و زیبا پیش مامون رشید آمده. مامون رشید گفته که تو بیا مسلمان شد، تو چقدر خوب گپ میزنی. ای گفته که نه، من مسلمان نمیشم. رفته. خو یک چیزی را گفته که مثلا گفته است که اگر کسی اینقدر چیز نوشته کنه، اینقدر چیز نوشته کنه راجع به دین موسی علیه السلام، راجع به دین عیسی علیه السلام، این همه گیر ما میبینم و اینا را که دیده چی کرده و این رو مقایسه کرده با کسانی که درباره قرآن نوشته میکنه، درباره محمد صلی الله علیه وسلم نوشته میکنه، این رو مقایسه کرده با نوشته از اونها. این شخص اسرائیلی او دیده که کسانی که یگان تحریف و یگان چی بکنه در او ادیان او را پروانه میداره، او رو پروانه میداره، برای از او زیرش خط میگیره، خط میگیره که در اینی جه، در اینی جه، در اینی جه. اما در قرآن که مراجعه میکنه که هیچ کس یک نقطه قرآن رو تغییر داده نمیتونه، چرا که ای از طرف خداوند نازله و حافظ اینا انزلنا قرآن، ما ای آیات خود را بر شما نازل و اینا له لحافظون، نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون. ما ای ذکر یعنی می قرآن ما نازل کرده، ما حافظ ایسی هستیم، خود خداوند میگه ما حافظ ایسی هستیم. هیچ چیزی را کسی تغییر داده نمیتونه در قرآن،
اینمی تور خداوند ایر روان کرده. اما دیگرار ای آیت نیست در بینش. از این سبب اونا چون ای آیت نیست می توانند که یک چیزی را زیاد کنه کم کنه. ای آدم فکر کرده خیلی دینی اصلی آخری دین است که تکمیل کرده تمامی ادیان را. و این دین در این دست زده نمی شود. کسی از خود چیزی را بسیار زیاد کرده نمی تواند. کم کرده نمی تواند. پس اینمی دین حق است. این مسلمان میشه. ای آدم که او یه مامون رشید برای این منصب میداد که فهمیده آدم از گفته ای اسرائیلی مسلمان میشه. و وقتی که میاد پیش با کدام دفعه دیگه پیش هارون مامون رشید میبینه که این مسلمان است، بالکل از اسلام آیت میخونه، حدیث میخونه و چی میکنه؟ میگه علت اسلامی تو چی است؟ میگه مقایسه کردم، قرآن مقایسه کردم با کتاب های دیگری که از ما هست در تورات و در انجیل، دیدم که چیزی که در قرآن است در هیچ کدام از اینا نیست. هیچ کس در قرآن دست زده نمیتونه، رسم الخط قرآن کس تغییر داده نمیتونه. با ما یک استاد بود از مصر میامد، او بسیار خوب آدم بود بیچاره، اما صنفای پایین بودیم. یک کلمه را نوشته میکرد، میگفتی رسم الخط قرآن نیست، رسم الخط زبان ما است، اما رسم الخط قرآن شما تغییر داده نمیتونین. عرقبی کس و نموتر چی کنه؟ خداوند را حفظ میکنه. این قرآن بسیار کلان کتاب خداوند است. بعضی مردم، بعضی صهیونیست هایی که کافر هستن و چی هستن، اونا قرآن کلام محمد می دانن. کلام محمد دقیقه و دروغ است، غلط است. کلام الله است، کلام خداوند است. فکر شما شد؟ میگم اینا انزلنا، ما ایر نازل کردیم سر شما. بسیاری مردم بود از عرب ها و پیغمبر صد ایمان نمیاد، میگه تاک به چشم نبیرین که سری تو وحی می آید. یک نفر در باب بدو الوحی نوشته شده است که وقتی که وحی آمد، رسول الله صلی الله علیه وسلم به امرای قوای خود، به امرای یک قوای کلانی که 1000 نفر یا چقدر بود که اینا به چی می رفتن، یک دفعه وحی آمد، شطورش تحمل نداشت، شیش دم روی سرک یا در روی چی این رو فهمیدن صاحب، این رو ورداشتن و چی رو برش زدن خیمه را و زیر زماندن خودشان، همه گیشان در اطراف شیشتن و گوش گرفتن که از پیشانیش آواز میمه امی سوله المومنون در آیت اولش در مجه نازل شده که از ایجش آواز میشنویدم. و یک عربی گفته بود که من تا او وقته که به چشم خود نبینم به تو من ایمان نمیارم. ای را اجازه داد حضرت عمر، گفت برو در داخل امی چی بگرد که تو کدام کسی را پیدا میکنی که قطع ازی گب بزنه یا چی کنه ببین. چی غزد که انا اسمع صوتم، من یک آواز از بالا میبینم که سر ازی میایه. و بیا امور ما میشنویم، امور ما میدانیم، چرا چیغ میزنی؟ بیا بیشی. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چند آیت اول سوره چی خلاص شد مؤمنون، باز شیست و عرقای خود پاک کرد و چی کرد و باز چی ها بودن نوشتگان حضرت علی رضی الله تعالی عنه دیگه کتاب وحی اونا نوشته میکدن و رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمود هر کلمیشه و ثبت میکنده و کاغذ نبود، پوست خرما پوست یکی دهی میگرفتن و امانت او رو باز جمع میکردن. ای چی است؟ ثابت است قرآن که کلام خداوند است. اما مردمی که چی است؟ از کتاب محمد، ای کتاب محمد است، This is the book of Muhammad. محمد نیست به این ترتیب. حتی بعضی مسلمان هایی که مرتد شده
از اسلام گشته و زندیق هستن، اونا هم از او کافرها که بدتر همین گفه میزنن. یکیش به ما گفت ما تو از قرآن چی میکنی؟ ما گفتم ما از تو قرآن دیگه چیز مقدس پیش ما نیست غیر قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. شما چرا ایتو میگه نه قرآن؟ ما بودم خود صهیونیست ها میگه، او خود مردم های کافر میگه این گفه. تو خود پدر و پدر کلانت مسلمان بود، آلی تو کافر شده، آلی ایتور میگی. خدا نگاه کنه از افغانی که او از دین بگرده این رقم شوه. و این اینمی حالت استراب است. حالت اینمی چی است؟ فکرتانه بگیرین که این آیت که خانم ربنا تجعلنا فتنتا للذین کفرو، وقتی که کافر مسلط شد سر یک دولت اسلامی امی چیزا میخواه. از ایسا قرآن ای را ذکر میکنه، را تجعلنا فتنه لذین، اونا را سر ما مسلط نساز. و باز در قرآن کریم که فتنه از قتل که سختتر جزا داره، یعنی بسیار سخت هستی. شما روزیتان خداوند میتن، تقوی و ایمان و چی خدا قایم کنن، انشالله نگوشت نمیمانین، نمیمورین، نه ایست سوداهایی که برای شما میندازه که ما اولادای ما چی تو شوا و ما همگی خواد بردیم خواهی تو شدیم. نه، اینا همگی اگر ای قوم مسلمان است، اگر ای قوم برای اسلام دعوا کرده، هیچ وقتی تو کار نمیکنه. شما خوب فکرتان رو بگیرین. و چنانچه الله تعالی فإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذاب جهنم است با او کسانی که مؤمنان مسلمانان را به این رقم کشف میکنه، به این رقم کشف میکنه که اونا را زیر یک فتنه قرار بده. یکی کشف کردن برای عزیز که اونا را یک چی کنه، کمک کنه. ای خود درست است، اما این رقم به این غرض چی کنه که اینا را از دین بگردانه؟ این بسیار خراب گپ است. لم یتوب و ایتا توبه نکنن از این چی بکنه؟ فلهم عذاب جهنم، برای ایتر مردم عذاب جهنم است. عذاب جهنم چی رقم عذاب؟ جهنم اصلا یک چقوری است در دوزخ، و در او هیچ رقم دیگه دوزخی ها در او انداخته نمی شود غیر علمی کسانی که مردم کافر می سازه. مردم کوشش میکنه که جهان اسلام را ختم کنه، کوشش میکنه که مسلمان ها را از دین بگردانه. عذاب جهنم اینه قرآن میگه، من نمیگم برادر، قرآن این گفه میزنه. هم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق، عذابی که می سوزانه همه چیزش. الله سبحانه و تعالی از جهنم، از چقوری، از جای سختی که در دوزخ میبینین در نمازها یک دعاست. اللهم اینی اعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیل الاسقام ومن جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم. از عذاب قبر و عذاب جهنم، از این چیزا ما را نگاه کن. پیش از اینکه تشهد چی خلاص و سلام بتی، این دعا را باید بکنین. این دعا را هر انسان باید بکنه که نماز میخونه، برای از اینکه پاک شوه از این رقم چیزها. بنا فتنه مفتون است برای قوم ظالمان. شما خدا ظالمان سر ما مسلط نساز. ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين. لام دریجه لا تجعل قوم الظالمين، گفته لام مفسرین میگه دریجه به معنای ملک است، یعنی اونها را مالک ما نساز، یعنی ما را مفتون و مسخر برایشان نگردان که اونها ما را
ki onu mora fitne kunan, onu mora istimal kunan az dini ma bakashan, yani ne kadar mora fitne angezan برای kafiran. Ve kinaye az tagallubi anaha barmas, anaha ra munsarif begardan az ihtilal, ihtilal umuri ma ve badshudan ahval ma ta sababi kuvvet gereftan fitne ishan ne kadar ve izdiyad nekunan kufr ve fitne andaktan ishan ra dar dini ma. Tamam in maani mufahim vaghfir lana Rabbana şamil mi gardad. Vaghfir lana Rabbana da muayet peştar guftin. Ve der akhir in dua ki vaghfir lana Rabbana gantay yani ma ra dar dunya ve umuri ahiret ma maghfirat numay. Zira talab ma shuma bar in ki aziz ve hakim hastim mi numayim. تا دنیا و آخرت ما را در امان و صلاح قرار دهی. در کتاب بخاری در باعث مغازی ایرم زیاد کرده در این تفسیر ازی گفته یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. او کسی که دشمن ماست خداوند گفته او کسی که دشمن شماست او را به خود دوستا نگیرن، پروتکتورها نگیرن، به او را چی نگیرن و در روایت کسانی که دوران کرد بود آنها علی و زبیر و مقداد بودن کسانی و در روایت کسانی را که دوران کرده بودن قصه حاطب ابن بلتعه صحابه بعد آتب ابن بلتعه از مردم بدر بود او به قوم خود پت نوشته کده بود که شما اینم چی میایا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لشکرکشی میکنه شما فکرتان بگیرین در حالی که او در از مردان بدرم بود در او وقت ای تو کار از پیشش صورت گرفت و از این سبب حضرت عمر استاد شد گفت یا رسول الله اجازه بده که ما سر از زیر جدا کنیم این خو کلان صحابی است تو کار کرده و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که نه کسی که در بدر چی شده باشه در غزوه بدر اشتراک کرده باشه اونا معاف هستن هر گناهی بکنه خداوند میبخشه این نفهمیده خداوند چی گناه کرده او را خواستن او را که خواست رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که تو چطور نوشته کردی که ما خوی گپ مخفی نگاه کرده بودیم که ما سری از اونا حمله میکنیم میریم شما افشا کردین این را به قوم خود و به چند نفر گفت هر کس از این کسایی که یه به همراه شما هست او یه کسانی دارن که اما قوم و چی خود را نگاه میکنن اما مال و چی که از پیشان مانده او را اداره میکنن از من هیچ کس نبود غیر یه نمی مردم ها من برای از اونا یک کاری کردم که تا مال و چی مر از بین نبرن و که یا در جمله چی از و اینا مال مرا و چی مر از قصد یادی چی نکنم که یک ذره چی از اونا رو جلب کنم منظور می نبود که اونا چی شوند یک چیزی اشاره کردم خب به هر صورت این خط برش الله سبحانه و تعالی وحی کرده بود که انتیا خط می رو نفر روان کو حضرت علی و یک صحابی دیگر روان کرده بود باز او را اون زنی که به اینجا آمده بود در زیر چیهایش پت کرده بود باز او را از اونجا قطعی نیزه قطعی چیزی حضرت علی کشیده بود خودش همو خطه اون او را گرفت دیگر زن ایلا کردن گفت برو ارسو که میری برو کپ ما خلاص شد او را خواند و حضرت علی آورد به رسول الله صلی الله علیه و آله تسلیم کرد یعنی او ای تو قصه داده دیگه ای یک مسئله است این حالی چند گفتیم ما چند مسئله را برای شما میخوانیم دیگه بیشتر مردم باید از کشتن از چیزا جلوگیری کنه در جمله کسانی که در جمله کسانی که اونا چی میکنن یکی از او پیروانی مثل فرعون وری هستن اگر یک اداره را میگیره و او را توانش نداره و فاسد هستن اطیع الله
وَاَتِعُوا الرَّسُولَ وَاُولِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ. خداوند در قرآن گفته اطاعتی خدا را کنین، اطاعتی رسول الله را کنین و اولو الامر خود را، که اولو الامر شما منکم، که از شما مسلمان ها اولو الامر باشه. ایتو اولو الامر نباشه که روش از او دیگه چیز باشه و روش شما دیگه چیز باشه. مسلمان ها دیگه چیز، سر شما یک آدمی به نام مسلمان مسلط شوه که او مسلمان نیست. او کوشش میکنه که امی دین اسلام تخریب کنه، مثلا شهوت و شهوت بازی و ای چیزا را زیاد میکنه. اجتماع مرد و زن در یک جا که همگی لعه لعه کنه و همگی سیلی یکی دیگر کنه، اینطور میکنه. اینا در دین اسلام نارواست. یعنی از این چیزا باید که، از این سبب میگه که اطیع الله و اطیع اولی الامر که از شماست. اونجا دو طایفه، یکی امراست یکی علماست. مفسر میگه امرا کسانی که امر به دستشان است، مشاوری از اونا، کتی از اونا که در چی است؟ کی است؟ علمای ربانی است. علمای ربانی است که هر چی بعدش بگویی، هر چی شدت سرش بیایی، بازم به دین خود محکم است، خاص برای خدا کار میکنه. او علمای ربانی است. یعنی اونو مردم مشاور است با همینطور مثلا لیدر، که او مسلمان است لیکن او قدر دیگان چیز غلط میکنه. انسان است، باید مشاورش عالم دین باشه. اینطور معنا میکنه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اذا اسند الامر الی غیره، در مشکات شریف از حدیث، اگر یک امر سپرده شوه به یک آدمی غیر مسلمان، به یک آدمی که نمیفهمه امور چی را، امور اداری را، امور اقتصادی را، امور اجتماعی را، این چیزا را از نگاه اسلام نمیفهمه، این را در رأسی از او بگی، گدوت میکنه همه گیره. فکر شما شد یعنی؟ این را نمیفهمه. از این سبب شما چی میکنین؟ در دین خیانت میکنین اگر این طور آدم در رأس قدرت بشانه، که او نه دین میفهمه، نه در دنیا چیز را میفهمه، فقط کفر را میفهمه، فقط امی را میفهمه که مردم باید آزاد باشه، زن و شوهر و دیگه بروند در مجلس ها و موسیقی باشه و بگیر و نمان باشه. یعنی میرقم ای در قرآن نیست، ایده اسلام نیست. الامراء والعلماء، امراء و علماء، اینا اصلا سیاست مدارای یک دفتر اسلامی، یک ریاست اسلامی ایتر مردم می باشد. و چی میگه؟ که کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته، همگی شما چوپان هستین و همگی شما مسئولی علمی رعیتتان هستین. چوپان اوست که رمه خود در یک جایی میبره که خوب سبز باشه، از گرگ و از شیر و از پلنگ و از این چیزا سرش حمله نکنه، ای را حفظ بکنه ای مردم خود را. اونو رئیسی صحیح است که حفظ بکنه رمه خود را، از این ملت خود را، از ایتو قتل و قتال و از جنگ و از کشتن و از دزدی و از این چیزا نگاه کنه. کلکم راعن و کلکم مسئولون عن رعیته. یک عالمی هست که او در زمان امام غزالی بوده و اصلا از افغانستان است، و او در حرم اردو، حرم حرمین شریفین او تدریس کرده. امام الحرمین الجوینی گفته، امام الحرمین الجوینی، جوینی یک جا است در افغانستان. و ای آدم در او وقت یک عالم کلان بوده که در او رفته، هم در
مکه مکرمه پذیرفته شده باعث عالم هم در مدینه منور تدریس کرده. امام الحرمین الجوینی میگه که امی رمی که میچرانه در جاهایی میبره که دل امو چیچ اشاره به طرف اقتصاد است، یعنی امور اقتصادی را باید یاد داشته باشه این رئیس جمهور یا این رئیس چی ای کسی که در سر قدرت میشینه. اینا باید این چیزها را بفهمه که ملت به اقتصاد ضرور داره. او عالم در او وقت گفته که باید که کلکم راعین، همه که شما چوپان واری هستین و ملتتان و ملتتان را اول در جایی ببرین مثل که یک جایی سبزه باشه و یا گرگ و چی نباشه و اونا سیر شوه. یعنی اشاره به طرف اقتصاد میکنه که یعنی اقتصاد مردم را تو بلند ببری. فکر شما شده نه مردم را گشنه نگاه نکنی. و ایره امام الحرمین الجوینی میگه در تفسیر یعنی حدیث شریف کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیت، فالامام راعین، امام یعنی کسی که در رأس قدرت است، راعی چوپان است، یعنی امت خود را از جنگ، از قتل، از حمله کردن شیر، از پلنگ، از این چیزا نگاه میکنه، از حیواناتی که درنده است از اون نگاه میکنه. این کسانی که سر این ملت یعنی چی میکردن از این چیزا نگاهش میکنه، وظیفهش هم این چیز است. اما این که یک آدم بسته در یک چی باشه، در یک ارگ باشه و بیرون نیده باشه که مردم چی کار میکنه، قطعی این ملت چقدر اینا رو میکشه، تمام روز 200 و 300 نفر کشته میشوه، آیا او زعیم است؟ مخالف حدیث است، مخالف حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. هر کسی که باشه باید که ملت خود را، امت خود را محفوظ نگاه کنه از قتل و قتال، از گم شدن، از غریبی، از نگاه اقتصاد، اینا را جور کنه، از نگاه سیاست، از نگاه تعلیم، تعلیمی از اینا بسیار به سویه بلند قرار بگیره، هم زنش هم مردش، هم زنا تعلیم داشته باشه، هم مردا تعلیم داشته باشه، به سویه های بلند، در رشته های بلند در وطن تربیه شوند. اینی وظیفه‌اش است. کلکم راعین و کلکم مسئول عن، فالامام راعین و مسئول عن رعیته، فالرجل فی بیته راعین، یک انسان در خانهش او هم چوپان هم خانه است، کار میکنه برای فامیل خود که اونا را صحیح نگاه کنه، صحیح تربیه کنه. و المرأة راعیه بعد از شوهر، خانمش باز مسئول است دم خاندان، دم خانه خود. و المرأة راعیه فی بیتها و هی مسئولت عن رعیتها، از این اطفالی که داره از همه از این مسئولیت اول به دوش مادر است. بعدی سبب میگه که الام مدرستون اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراقی. عرب میگه مادر مثل یک مدرسه است. اگر شما یک مادر تعلیم یافته بسازین که او مادر تعلیم یافته شوه، علم یاد بگیره و اولاد خود تربیه بسازه، این تو یک ملتی به وجود میآید که او ملت طیب الاعراق، یعنی تمام عروق و شرائین از اینا از ایمان پر می باشه، هیچ وقت زیر تاثیر فتنه دیگه مردم نمی روه، به دیگه ادیان تمایل پیدا نمی کنه. و او سبب ازدیاد تقوا، ایمان، این چیز می شود. ببینید در قرآن کریم در شروعش میگه الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. ببینن چی میگه که در تفسیر ازی امام فخر الدین رازی رحمه الله در وطنتان خواب است. چه عالم کلان است. میگه
التقلار در اول ذکر کرده خدا خدل للمتقین که هدایت وفته بسرهای تقویشان تقوی چی است؟ تقوی یعنی خود را از فساد نگاه کردن امرای در جایی که شرابخوری است، در جایی که زناکاری است، در جایی که رقص زناست، رقص بچای امرود است، در جایی که قمار زدن است، در جایی که چی است، در اوج اشتراک نکنه. در جایی که بیرق میورداره به نام سخی، در او بیرق چی است، اشتراک نکنه. این در داخل قرآن کریم است. اون دیگر روز برتان میگم خیلی اگر میخواید و ای از تمام چیزا خدا تقوا کنه، خدا نگاه کنه. این مثل خاره هاست که از هر جای جانت میخله، اما تو که تیر میشی تقوا کن، خدا نگاه کن. از شراب خورا در راسی مسجد قرار میگیره، رئیس مسجد میشه. شراب خورا در اینجا چی میشه؟ افغانستان افغانی های یعنی کمونیست افغانی های مثلا چی سر مسجد خود نگاه میکنن، در راستی از قرار گرفتن. نمیمانه علمای دین را که مردم بفهمانه از دین چی رقم مردم است. حیران میمانه آدم که نامش مسلمان است و از مسلمانی خبر نداره. فکر شما شد یعنی تقوا کنن. تقوا از هر چیزی که بد است از او خدا نگاه کنه. اول چیزی که در قرآن میه هدل للمتقین و بعد از او باز دیگه آیت میگه الذین یؤمنون بالغیب، که ایمان به غیب میاره. جای ایمان در کجاست؟ جای ایمان در قلب است. در قلب مثل یک لوحه است که سر از او نقش شده سرش. ایمان آوردن به غیب یعنی هیچ نوع ایمان را درست نمیدانه که او از طرف خداوند گفته نشده باشه. او را در قلب خود نگاه میکنه که قلب جای بسیار مهم است. ببینید یک حدیث است در تمام کتاب حدیث بخاری شریف دیگه که حضرت جبرئیل علیه السلام یک روز خود را مثل یک چی جور کرد، یک انسان آمد سلام داد به محمد صلی الله علیه وسلم. مردم دید که یک رقم لباس پوشیده که تو لباس ندیدن، پاک ستره سفید جل جل میکنه. یک رقم آدم است و دایی اطراف و نواحی میتره نه تو لباس دیده عرب ها و نه تو آدم دیده. گفتی کی باشه؟ میه پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم با بسیار عزت میشینه. دستاش بعضی میگه سر زانوی رسول الله صلی الله علیه وسلم میمانه، بعضی میگه سر زانوی خود میشه، مثل یک شاگرد در پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم میشینه. و برش چی میگه؟ یا رسول، یا محمد صلی الله علیه وسلم، برای ما بیان که مال اسلام. اسلام چیست؟ الاسلام ان تؤمن بالله وملائكته وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت سبيلا. إتشزار دا إسلام مقبان شيزي كاسي را بيان ميكونا. يعني كلمة شهادة بقوي باز نماز بخواني باز جيرا بقوي باز ميقى ما الإيمان؟ الإيمان أن تعبد الله، یعنی ایمان رو به غیب میاری، به یک چیزی نمیاری که تو رو به چشم میاری. تو من بالله ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و لقدر خیری و شری من الله تعالی البعث بعد الموت. این شش چیز است و در اسلام پنج چیز است. در ایمان شش چیز گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر گپی را که میگفت صدقت، راست گفتی. حضرت عمر به طرف دیگه صحابه سر گفت این کی هست؟ این خوب از پیغمبر که زیاد میفهمه. میگه راست گفتی. پس از این معلوم که خودی از این پر از علم است. این کی باشه؟ همگی و وحشت طرف سلم میگه چه رقم آدم است؟
این ولی ایمان کیست؟ ایمان به خدا میاری، خدا رو خوب چشم نمیبینی، همه غیب است. این میگه که قلب یک لوحه است در وجود انسان، مثل یک لوحه واری که نقشی از این چی است؟ ایمان است. ایمان است که در قلب جای بگیره. اگر ایمان در قلب جای گرفت، و آدم هیچ وقت به این گپا وزینوی خوره که حالا بیا که من تو را در زندگیت تا ای تو میارم ای تو میارم بیشی همی که زندگیت خوب میشه. انشاءالله خدا میره بان است که که به صورت صحیح این دین در همی جا چی کنه رشد بکنه، مردم آرام شوه، هم دینش هم دنیایش هر دوش آرام شوه. دین در قلب جای نداره، در قلب جای نداره، میگرزه هر کسی ایسو میگرزه، کسی اوسو بگرز. یعنی ول ایمان خدا للمتقین والذین آمنوا بالغیب. این یک ایمان به غیب در قلب جای بگیره. اگر در قلب جای نگرفته در زبان باشه بگو 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 مثل توتی واری، اما در قلب هیچ جای نگرفته. وقتی که از یه برام دید یک زن مقبول دید قطی از او بدو، یک قطی از بچه های امرو دید قطی از او، قطی شراب خورا بیشی، قطی قمار بازا بیشی، قطی لوچکا بیشی، تمام روز ای در قلب تو خو هیچ چیز نیست، تو خو سطحی، هم تو نامت مسلمان است، قلبت در قلبت ندر آمده اسلام، در قلبت جای نگرفته. در اوجا که نقش ایمان در او هست، او نقش در قلب تو نقش وجود نداره، تو به نام مسلمان هستی، تو به نام مسلمان هستی. و یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. صلاة عبارت از یعنی جوارح انسان، جوارح انسان دست پای نماز میخوانی، تا میشی بالا میشی الله اکبر میگی، همه جوارحت کار میکنه، در قلبت نیت میکنی. تو نمیگی که نیت میو که زرد اخلاص سلوره نیت کرد در قد نماز میخوانم، ای تو به زبان نگو، الله اکبر بگو، خلاص اینه مقه تکبیر تحریم از پیش مردم میروه. ما دیدیم در خانواد در چی و وطن خود ما که بسیار مردم میه، یک آدم لنگیش خراب بسته کده برو اون جور میکنه، آدم پشت سرش استاد میشه، باز میگه که نیت به او گذرد اخلاص این نماز میخوانه، او تکبیر تحریم از پیش میره که او خوبترین چی در نماز است، تکبیر تحریم را و همراه امام یک جای بگویه. ایده ای چیزا چی میشه نمیفهمه. و یقیم الصلاة، صلاة نماز با جوارح میشه، باید که این چیزا را که نیت کردم این را نگویه، فقط در قلب خود این را بگویه، قلبش میفهمه که نماز دیگر 4 رکعت است. بدی خبر سوک نپیگی سلو رکعت در ماز دیگر مونز نو بیایی چیشتا تکرار ایسیز نیاد میو یک ساعت میگیره، نه الله اکبر بگو خلاص. چرا که در روز اینال یک چیز دیگه هم است که یوم یبعثو من فی القبور، و این روزی که مردم از قبر میبره، این قلبشان روشن میشه. یعنی هر کس میبینه که در قلب از چی چیز هست، این چیزایی که در قلبش باید جای بگیره ایمان است و مثلا عقیده چی همی چی نماز هاست که چی در قلبش هست، این چیزا تمام در قلب از یه چیز نیست، در قلب از یه یا لیلا بیدا سوی بدرویشی هاش هست، این چیزا خداوند از دور میفهمه که یعنی
hakkı sibatılas. Mardum me fama ki hakkı sibatılas. İyi adam da dünya kime kadı vali kime kona. Da layne u kasayı ki pakız da u dahil şudanı metan. Boyat ki kalbi kuda niva kona. İman da kalbaz. Fikir şuma şudu ya ne? Ve i kalbi kuda pak niva kona. Ve ira muhtalat bo bo şarabu bo bo dünya dosti u bayi i ira çi nakona mulavas nakona. Ha? Ve ایر و چیزایی که لازم قلب نیست ده او داخل نکنه و چیزایی که لازم ده قلب است همو رو ده او داخل کنه چیزی که چی کنه این رقم چی بکنه این رقم هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون از چیزی که ما رزق داریم برای نفقه میکنه صدقه میکنه صدقه هم زکات است هم صدقه چی است هر انسان باید صدقه بکنه صدقه ای چی فایده داره صدقه میگه ای قنطره از قنطره ای از راهی که پول است از او ای تیر میکنه به طرف جنت یعنی قنطره از قنطره تیر میکنه چی صدقه خصوصا کسی که در راه خدا صدقه کنه در راه دین خدا صدقه کنه یک چند رفعه ده او مثلا بطه که همی پروگرام صحیح ببانه ده ای را کوشش بکنه که از بین نروه ای از, قن... از... از ای پول ای بعضی اختطاف کننده هاست ده اوجه از ملک جیستاز کس نمیفهمه و میگه که تو خیلی کار کرده بودی کار کردی ته لستت پیش ماست بگی میگیرش در اختطافش میکنه در دوزخ میندازه ای پول در سری دوزخ هست ای کسی که صدقه کرده در اوجه ای تیر میشه از قنطره ای تیر میشه یومینون بالغیب و یقیمون الصلاة و ومما رزقناهم ينفقون اي چي هسته اي چار چيز از ده ايجا مهم در اول قرآن ذكر شده است در اول قرآن ذكر شده است و اي ترتيب انسان باید که خود را به قرآن بفهمانه و اي دیگه بحث بود اي بحث ما دیگه بود که بس از اي بحث نمانیم الله سبحانه و تعالی یه وقت کفایت میکنه دیگه شم میگیریم چند موضوع را در یک وقت حرص ما زیاد است وقت ما کم است یک ساعت داریم یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون ای کسان این ختم سوره آل عمران سرمی سوره است سرمی ببینیم در سوره آل بعد سوره بقره آمده سوره بقره و هر دو سوره مشترکن قضیه عقیدوی را اولا بیان می داره قضیه عقیدوی را هر دو سوره سوره بقره و سوره آل عمران بقره ما خلاص شد بگویم ای بعد از اینکه تصدیق به محمد صلی الله علیه وسلم می کنین و ما پیغمبر برتان روان کردیم نامی از او محمد است شما چی میگه خداوند میگه قل با محمد صلی الله علیه وسلم میگه که قل بگو یعنی شما پیروی مرا کنین این کنتم تحبون الله فاتبعونی اگر شما خدا را محبت دارین امرای خدا اطاعت مرا کنین فَيُحِبُّكُمْ خدا باز شما را دوست می داره قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل بگو اي گپ ان كنتم تحبون الله اگر شما کسی که نماز می خوره محبت به خدا نداشت نمازش نمی شود
محبت از قلب پیدا می شود. قلبش گرایش داره به خدا. قلبش تمنا داره به خدا. قلبش رو کش میکنه به طرف مسجد. قلبش رو کش میکنه به طرف راه خدا. از راه شیطان، از راه گناه، از راه موسیقی و از راه بلا و بتر نگاش میکنه. که تمام روز در او خیله میشود. یعنی از این را تو را از این لینی از این لینی درست تو را پیش میبره قلبت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. این امر برش خداوند میکنه که بگو مرا پیروی کن محمد صلی الله علیه و آله. بعد از او شما را خداوند، اگر شما پیروی محمد صلی الله علیه و آله نباشید، هر چی لاف بزنین و چی کنین که می تو راست می تو راست، هیچ فرق پروا نداره، هیچ برتون فایده نداره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم یغفر لکم ذنوبکم و یبخشکم. یک وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم که برش امر میشه، قل یا ایها الکافرون، خداوند برش میگه بگو ای محمد که ای کافرا، لا اعبد ما تعبدون، ما عبادت نمیکنم تمام چیزایی که شما در روی دنیا عبادت میکنید، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم مسلمان نمیشید، او چیز را عبادت نمیکنن که من میگم برتون. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که درست است، این قوم ما همه کافر است. از چیهای گرفته؟ از خودی های نزدیکم گفته تا همگی دور مرا کافر ها گرفته. یک کمی فکر میکنه، یک کمی فکر میکنه که ما چطور بگویم آل اینا خو همگی کافر هستن، ما چطور اینا را به ایرا به یک ترتیبی به یک گفی که خداوند سر ما امر کده که ایره ما بگویم خب بگم، لیکن ایره چی رقم بگویم، چی رقم چی کنم که اینا همگی چی شود، ایره بیان بمی دین. یک کمکی فکر میکنه ایتور، خداوند تعجب میکنه که محمد چطور فکر کده رئیس در قلبش میبینه. خداوند هر چیزی داخل و باطن و همه چیز رو میفهمه، میبینه که در قلبش گپ شیشته که ما باید بگویم به کافران، لیکن میکنه یک رقم میشوه که قومی از این و تمام جهان به این گپ چی شوه، یعنی به یک ترتیب امی گپ بگویم، لیکن به یک ترتیب چی رقم آراسته بسازه خوده که اینمی گپ بزنه و مردم این قبول کنه. در این فکر میکنه و میگه که خداوند میگه که محمد ما تو را نگفتم که قل، ای محمد بگو این کنتم تحبون الله، اگر شما خدا را دوست بدارین فتبعونی مرا پیروی کنین، محمد را پیروی کنین. تو چی فکر میکنی؟ از این کده خوب گفت دیگه تو پیدا کده میتونی دیگه رای را پیدا میکنی؟ قل یا محمد این کنتم تحبون الله فتبعونی مرا پیروی کنین، ما تو را این قدر راه را برات نشان دادیم. پیغمبر خدا استیست و الله اکبر، ای خدایا. ولی می فهمه خداوند که در قلب ازی خلاف نیست که تو ایره بگویه، می گویه ولو که به قتل برسه، ما به خود قومش ایره بده جانش بخیزه، ازی نمی ترسه، منطقه میگه به یک ترکی ای پیش براوه که امی گفه خوبتر برسانه به تمام جهانیان، به تمام کافرای دنیا که او مردم. قل یا ایها الکافر، ای کافرا، گفتن کافر از شرق تا غرب تا شمال تا جنوب سکران گپ است. ایره محمد صلی الله علیه و سلم فکر کده میگه، لکن الله سبحانه و تعالی سرش چیغ میزنه که بگو قل، بازو میگه که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما هم عبادت نمیکنین، اکثرتان و چیزی را که ما عبادت میکنیم. ولا انا عابد ما عبدتم، و چیزی که شما ما ورم نمیکنم، پیغمبر هستم،
İki zora bu zikir mi yapana. Hop. Dega i rakam. Yani ami gapa ki ma barat guftum ki ay Muhammed. Ki tura i kadar makami bilen dardım ki aga tu. Şuma payrevi mara kunen. Khudavan muhabbet ve şuma payda mı yapana. Azika da kalan gap dega çi as ay Muhammed. Bugu. Mega. Peygamber Khuda avvalam yani kalbişe ki Khudavan mibine ki kalbiş durust as. به همی رایی که ما گفتیم به همی راه هست ترک یزی را می خواهد پیدا کنه که چه کن که تمام قوم یزی کافر است ای را چی میکنه خب میگه پیغمبر خدا با آوازی بلند میگه که همگی کاکاش مثلا ماماش یا کسی که چیش هست چیش هست که در گرد یزی همگی خبر میشه و هیچ کس چی نمیکنه و حتی امی کاکایش که ایره بسیار دوست داشت و ایره حمایه میکرد و کاکای دیگهش که او چی بود ابو لهب او خود دشمنش بود و لکن امی کاکای دیگهش ای بسیار دوستش داشت ایره چی داشت لکن مسلمان نبود یعنی در وقتی که برش پیش کرد کلمه را که تو بخوان امی کلمه لا اله الا الله را بخوان که من برای تو شفاعتگر شدم در روز آخره او رو ابو جهل و دیگه پیش پالی ششته بود گفت تو میترسی تو این تو میگم او جاهلیت ابو زمان چی او آخر نخوان آخر دیدش بسیار رسول الله صلی الله علیه وسلم خداوند برش آیت نازل که تو هر کس هدایت داده نمیتونی و هدایت که میته خداوند میته به کس تو کس دیگه به کس هدایت داده نمیتونی ولو پیغمبر باشه و انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء تو اي پیغمبر هدایت داده نمیتونی کسی را که بخوای انما يهدي کسی را که خدا بخوای او را هدایت میتورش خداوند این هدایت نیافته این کافر مرده خب انتها با بسیار عذر و زاری و گریان و چی محمد صلی الله علیه و پشت هی کاکایش که بسیاری را چی نگاه کرده ایره میگه از بین چی کشیده در یک جای استاد کرده که زیر پاش قوغ آتش است می سوزه پاش این مغز کلیش سرش شور میخوره ای هم گفته خوبترین چی دوزخ است اینه به یک کلمه اگر میگفت می بود لکن ای که خدا چی نشد و نگفت نگفت زیر چی قومش رفت سرمی مسئله پیغمبر صلی الله علیه و آله فکر میکرد که ایجا خب از خودگی های می تو کافر هست که اینا نمیگه چی تو کنم یده این فکر بود که ایره به همی ترتیب بگویم یا به یک ترتیبی بگویم خب همی گفت لیکن چی رقم خداوند سرش چی کرد که من تو رو تو گفته بودم ای تو گفتن بو قل یا ایوال کافر بود اگر یه بسیار آیت هاست که کسی که برادرش باشه بچهش باشه پدرش باشه که کافر شد به امرو از اونا چی میکنه دستیش قطع میشه از میراث قطع میشه رابطهش قطع میشه کسی که از دین اسلام میبره قرآن کریم ما نوشته کردیم میخوانم برتان خب این حالی مسئله دیگه ایست که یا ایوها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون این ختم سوره آل عمران است دو سوره است که پالو ده پالو یکی ده باره یهود گپ خلاص کده سوره بقره است که یهود چه رقم مردم بود اول مردم ترس و لرز می داد مشرکین قریش که اگر محمد که پیغمبر آخر زمان از او بیاید ما شما را می کشم ایتو می کنم شما مشرک هستید شما کافر هستید یهود بری از اونا می بود وقتی که محمد صلی الله علیه وسلم آمد گفتن که اینمی نامش بود اینمی پیغمبر بود اما این پیغمبر ما قبول نداریم یهود گفت زیرا یه از قوم عرب است
مایره قبول نداره. این اختلافات پیدا شد، جنگ ها شد و چی شد. این مردم اوس و خزرج با هم برابر کرد، برادر ساخت، یک اخوت اسلامی را برابر کرد، اما اینا نمیمان. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را این نمیمان. بنابرای صاحب این چی شد، اینا را کشید از جا. خوب قصه و دراز است. یعنی این چی چیز از سوره بقره است که تمام چی یهود در اوجا تصفیه شده و چی شده. در سوره آل عمران که بعد از بقره است، در این سوره تمام مسائل نصارا خلاص شده که نصارا چی رقم دین داره و چی رقم دین داشت. حضرت عیسی علیه السلام یک پیغمبر اولو العزم است و از جمله پنج پیغمبر کلان است که او نامش در الله سبحانه و تعالی می فرماید که ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما اوحينا الى موسى وعيسى ما وصينا الى ابراهيم وموسى وعيسى. اي همش پنج تا بشه. این برای شما یعنی پیغمبرای اولو العزم، یعنی پنج پیغمبر است که از نوح علیه السلام تا خود محمد صلی الله علیه السلام و تا ابراهیم علیه السلام و تا موسی علیه السلام تا عیسی علیه السلام، این همش پنج پیغمبر میشه. ان اقیم الدین، که دین مقام چی بکنید. او گفتاری که حضرت عیسی علیه السلام کرده او را اینا پیروی کامل نکرده. اگر نه ما به عیسی علیه السلام ایمان داریم، ما به ایمان داریم. اما میمونه که مرا در امریکا میمون کرده بود و گلایر افغانستان بود، البته سوانه ما را میخوانن، هرچی اونها بسیار آدم هایی چی هستن در دنیا، سیاست مدار هستن، ما هم لایر بودم در افغانستان و ای امو را خواندن. ما را در اوجا او چی کرد، ما را برد در جای عبادتشان، عبادتشان را دیدم که سجده نداشت، یک کمه که پایش یک طرف میکد و ایمین ایمین میگفتن دیگه، و یک نفر دیگه گپ میزد در کتاب. خب هرچی بود یک عبادت تو از اون که خلاص شدن، باز ما را در چوکی شاندم که سیل ما را بکن. ما میکدم و چی هدفی داشت، خودیم که یک چیز در دانش میمانه میخوره، چپ چپ کده اونجا گرفت یک چیز سرخ در دانش انداخت. گفت این چی هست؟ وازی تو آمد مرا گفت محمد تا کمان چی ما تمام شد. گفتم خب سعید میره. ما گفتم چی بود که شما در دانتان انداختین و میجویدین؟ باز او دیگه گفت که او گوشت عیسی علیه السلام بود، ما گوشت عیسی علیه السلام خوردیم. والله او چرا؟ ما گفتم به نسبت از این که گوشت انسان از سبب کرامتش حرام است که آدم بخورن. انسان یک نسل مکرم است، چی کافر باشه چی مسلمان، گوشت از رو کس نمیخوره. و از گوشت خنزیر از سبب نجاستش حرام است. این در کتاب های فقه ما خوانده میره. یک دفعه ای آدم رنگش تغییر، تو چی میگی؟ تو خود دین ما را خراب کنیم. دین شما نیست این رقم. در دین شما حضرت عیسی علیه السلام این گپه نزده. نه؟ تو چی میفهمی؟ ما گفتم ما کتاب داریم، کتابی مقدس ما از همه کتاب ها کده مهم است، قرآن نامش است، قرآن. ما گفتم ها؟ او گفته که شما گوشت خنزیر را نخورین، گوشت آدم را نخورین، گوشتی را نخورین از سببی چی این رقم چیزی. گفتم دانش حیران ماند. قدی من جنگ کرد، گفت دین مرا خراب کردی، عقیده مرا خراب کردی، ایت کردی. گفتم خب نخو نمیگفتی. باز دیگر گفتم، گفت تو خون محمد است، چی خون عیسی علیه السلام است، هر کسی که خون عیسی علیه السلام بخوره قد از جنت میاد. این گپ دروغ است. در جنت کسی با اعمال خود میره و خون پیغمبرم رفته میتونه. چی رقم این قیمت جنگ هم. او قدم جنگ کرد و رفتم که دلش بود که من قدی از اونا نانم نخور و گشتم بودم. او زنم گفتم مادر زنش که زنده بود، گفتم یک چیزی پخته بود که
bari morawa bo chi da bai ni chi dar nan da di kho wa i no na mi khon taraf ma bad ba sel me to ke raf na da jem no moz ma khon no ye ki khaw ka nidim ki zan shoma zan chi ki ni ek zan ki bisyar maqbul chi amad da sar jay ma chi ma gofte chi me koni gof ke ma ek sawal daram Muhammad ast ma chi sawal dari gof ma avladam no mishe ama şuyum dost darım, şuyum mera dost dar. Ama avladım dost dar o. Ve oktum ito bako, ya kami tarafı İslam nazar kuyum, ya din as. O çi nazar kuyum, oktum ito. Diga zan bigira şuy. Tu da o icaza bati ki diga zan bigira, tu ham amraş baş. Çi fark mı kalan? Bu madaba damo rawan ez bakti. Şuma ko az din kanun nadarin. Şuma kanun tan kanun dünyayı iste. و ای غلط است او رو محروم میکنی از اولاد خب به نمی صورت این تا چهار زن را روا کرده الله سبحانه و تعالی این بسیار خوب دین است یک راهی یک چی رو پیدا کرده که اگر نه تو پبلک پراپرتی میشی یعنی مثل دیگه زنان واری در بازار میگردی و هر کس از تو استفاده میکنه این پبلک پراپرتی است این بسیار بد است از یه امراض پیدا میشه از یه پیدا میشه چیزا رو برش گفتم اون خواب شد خیست کن خواب برو سعیست دیگه شویش هم باید نرم شد اینا دینی که در اسلام است در دنیا نیست دین اسلام واقعیت آخری دین است که الیوم اکمل تو لکم دین اکم روز برای شما دین تکمیل شد هیچ دینی در دنیا دیگه مساوی یا برابر با اسلام نیست مردم جاهل است میدون به طرف چی خب یه گفته اسبرو و صابرو و رابطو صبر کنین و صابرو صابرو از باب مفاعل است صدور فعل از طرفین یعنی کسی که مقابل شماست و هم صبر کنه شما هم صبر یعنی اسبرو و صابرو اگه به اگرایی چی میرسیم اسمیرو اصابرو اصابرو رابطو لیکن در عین حال رابطو تمام قوای خود تمام چیزا و عید الله مستعت من قواتین تمام چیزای خود ما کم نگاه کنیم و اتقو الله لعلکم و اتقو را هم چی کنیم تا که شما کامیاب شدیم کامیابی تفلحون گفته تفلحون از فلاحت از فلاح یعنی از بالا که خداوند امر میکنه زمین قبول میکنه که امیچی ها در او برویه یعنی از اون سختی خود دور میشه نرم میشه چی میکنه از اون سبزه سوز میکنه چی میکنه گندم میره چی میره ای رقم یک چی را یعنی از چی خود بگرده از اون حالتی جاهلیت و تنگ نظری و چی که دارین در دین از بگردین که شما دلتان نرم شد به طرف دین خدا و شما یک چی برسید در اینجا میگه اسم رو صاحب و رابط و اتقو الله لعلکم تفلحون آیه دوست در سوره چی است در گفته کامیاب شد کلمه فلاح را به سر برده یعنی شق میگره زمین تا هوا را بگید موجب رویده چون میبید میرا فلاح دنیا کامیاب میشه بر دشمنان تا افلحون ایمانا داره فلاح دنیا ایست که شما کامیاب میشین سر دشمنان تا اینجا ما سر ازی عنوان زیر ازی عنوان ما ای آیت نوشته کده بودیم اینه ببینیم ای آیت تا ایجا تا دو سه ورقه دواره چی دواره فرعون و هامان و قارون فقال و ساحر و کذاب ایماند وقتی ما پوره شد حالا نوبت میتیم به برادرها ای را به دیگر روز میمانیم باز ای چی ما را همین دو موضوع را ما از روی کتاب اگر میدیم که همه چیزایش چی میگم از خود گفتیم خلاص شد خداوند شما را
در راه خدا برابر نگاه داره و از راه ای قرآن خداوند نلغزانه هیچ کس. هیچ کسی را. ای قرآن راه نجات است. راه نجات بشریت است. اول که در قبر میری ای به دردت میخوره امین. از ای پرسال میشود. کی تو را خدا را نشان داد؟ کی تو را پیغام میگی قرآن؟ می قرآن چیز می کتاب خداست و سر محمد صلی الله علیه و آله باز اونا قبول میکنه ملائک که کتاب بسیار مقدس و پاک است. این مردم باید هر وقت که بیکار است یوازی موسیقی و یوازی چیزای قرآن کریم بخونه که به دردش میخوره. در آخرت دنیا چی است؟ خود دو روز است. چشم خود پت که واس که خلاص شده به طرف مردن روان استی. دیگه از این چی نگاه چی میکنی؟ چیزی که به دردت میخوره در آخرت و خداوند این کتاب نازل کرده. به هر صورت وقت ما ختم شد. برادرها اگر تلفن میکنن ما خوش میشن. این وقت خود را پر کنن از سوال و از یوان تفسیره و یوان چیزی که دارن و ما نمیفهمیم. از وضع حالی در اونجا چی میگذره و چی رقم است ما چی خبر داریم. خب منتها ما همی را فکر میکنم که اگر دین اسلام منظور باشه شما چی بکنیم برخط نشه انشاءالله. هلو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. خو علی کسایی که در افغانستان حکومت اسلامی را میمانند من به دامن کفر بله به دامن کفر من دادن اینا به چی میتونم بگم؟ مشرک هستن؟ منافق هستن؟ بطن هستن؟ چی هستن اینا؟ اینا مرتد هم حالی نیستن، منافق هم نیستن، چی هم نیستن، مگر دین رو نمیفهمن. اینا جاهل ماندن، مردمی از قرآن دور ماندن، از یک تعلیم اسلامی دور ماندن. اینا این می رقم خدا میندازن، خیالشان که ما دیگه برای دائم چی میشه. این غلط است. اینا بازی خوردن. اینا چی میشه؟ من پیش برشتان گفتم که این فتنه است. از طرف از اونا فتنه است که ما شما رو میکشیم. اینا در یک حالت استراب هستن که ما را اگر درست است. اینا شما درست میخواهیم مگم اینا اسلام رو میمانند، دین رو میمانند، خود اسلام رو میمانند، به دامن کفر خدا خدا بله بله این میخیره که خود بازار میخواد از کفر از دلیه بله بله خدا رو میمانند، خدا رو میمانند، پیغمبر رو میمانند، ترک کفر. این خو اصلا از قانون بین الدول عمومی است که هیچ کس در نه در امریکا نه در دیگر دنیای غرب نمیتونه که به زور کسی را کافر بسازه. خب برش جای میته، اما هر کس ینال ما در این وطن است، این وطن اسلامی نیست، اما غرض نگرفت تا بالی ما را. ما که اینق گپ میزدیم بزید کفر دیگه کسی تا بالی برای ما از سبب اینمی آزادی بیان هیچ کس ما را تا بالی چی نگفته که تو این گپ نزن یا بزنه. این قانون است، قانون بین المللی است. اینا غرض نداره با کافر شدن، لکن در فتنه خودی از یه آدم قرار میگیره، در حالت استراب قرار میگیره. اینمی کار باید نکنن، همی کار باید نکنن. اگر عقل دارن مرد در هر جای میه، مرد در هر جای میه. انشالله اگر این دولت اسلامی درست شوه آرامی بیایه و امید انشالله انشالله از همه جایی که در یه امن خوب میه و خداوند برشان کمک میکنه. یه دین خداست و الله سبحانه و تعالی کمک میکنه. قطعا چرا اینا ایرا نمیفهمه؟ امیر امیر ما مسلمان پنج و من نیست که اینا اسلام ایمان خدا را میمونه و میمونه تا کوبر بیرا تا کوبر غلط است. او بله این درست نیست بالکل. ما که آمدیم ما اساس چی گرفتیم از کمونیستا که ما را میگیرن میکشن. وقت قوت جنگ کوبر بود واسه صابر ما قرش ما ولی هو اصلا دیگه و ده نه آل باید نکنه. آل که حکومت اسلامی است. این گپ شما بلکل سیست ناروا، بلکل قاطع ناروا است. غیر
غیری اسلامی کار. خدا حافظتم، خیر ببینی برادر، خدا حافظتم. دیگه کس سوال کنم؟ برادران سوال کنید. برادران سوال کنید چی مده و یماندگی بود؟ کسان دهی هم میکنن خوبتر از دمی تلفن میکنن. سوال کنید. ای الله برادرها، اگر نیست که ما گپ بزنیم. یک خلاصه یک چیز براتان بگم، کس سوال نکد خو اینه بگم که یک کسی فرعون گفت که شما مرا بگذارین که ما چی کنم، ما می موسی علیه السلام به قتل برسانم. اینا رو خدا رسول الله صلی الله علیه السلام که پیغمبر بود در وقت موسی علیه السلام و خودش نمیتونست که خوب گپ بزنه، در وقت خورترکی یک قوقی آتش در دانش چی شده بود، یک کمی چی داشت، باز برادر خود رقت خود گرفت، او رو قبول کرد الله سبحانه و تعالی. اینا رفتن پیش فرعون این مسئله رو پیش کردن که خدایی هست در کائنات، همه چیز در دستی از او است، او پیدا کننده عالم است، فنا کننده عالم است. مردم اما تو میمانه که چی میکنه چی نمیکنه، باز همین چیزی که برش دستور روان کرده به دستوری از او اگه نکنه او جزا میده، این چیزها رو برشان بیان کرد. اما در اوجه چی بود، این فرعون بسیار کوشش میکرد که میگفت که من میکشم همی آدم که با من ای تو گفار میزنه ای تو میکنه، یعنی با من اجازه بتین که من ای رو بکشم. از چند دلیل این رد میکنه مردم. اول دلیل است که میگه که ما میترسه خودش از این که بسیار زیاد دلائل و معجزات پیش میشود، همه او خون میگرده و فرعون نمیتونه که او بخوره، به شکل خون گشته. اما موسی علیه السلام که میگیره او درست آب است. اگر یک آدم یک کافر میگیره چه این مردمانی که اطراف یزی هست، پیش هر رهبری که چی باشه جاهل و نادان باشه، در اطراف یزی مردمانی میگیرن که اونا همه گپا رو بر یزو میزنن که این تو بکن، این تو بکن، این تو بکن، این تو مشاوران نشان هست و ابی کسایی که گرد یزی هست. اینا میگه که نه، ایره تو نکش. میگه که به نسبت از این که ای تو داری سحر، ساحرا داری، او ساحرا قطعی بیار، ای آدم ساحر است، ابی موسی علیه السلام او رو قطعی از این پیش که ای رو ابی ساحرا شکست میتن.
وقتی که ساحره رو میاره، ای ساحره خو یک سحر خو یک چیزی است که سری چشم و سری چی یک دقیقه تاثیر چی میندازه، اگر آدم صحیح چی باشه او هم نمیشه میندازه. ای اونا میفهمن که واقعیت چیست. یک دفعه موسی علیه السلام عصای خدا میگه اجزاهای کلانی میشه که همه چیز اف میکنه و میخوره و چی میکنه و میده، حتی خود موسی علیه السلام از پیش میده که هیچی بلا چی شد. باز خداوند برش میگه که بگی پس دست سرمی چی ببان پس عصا میگرده، تو نگریز، تو چرا میگریزی؟ یعنی این پس چی میکنه؟ این میگه دستش میگیره پس عصا تبدیل میکی بیشه. ای ساحرا که ای چیزا رو میبینه یک دفعه مسلمان میشه مگیش. اینا همگیش مسلمان میشون و اینا میگه که فرعون برش میگه که پیش از این که ما براتون بگه شما مسلمان شون به دین موسی علیه السلام رفتین و شما برگشتین چی شدین، ما شما رو میکشم لا اصلبن نکن فی جزوع النخل، یعنی یک چیزایی بود درختای خرما که تو شقه شقه چی دارن پوستایشون ده اونمو کش میکنم که رودای شما برای چی شما شما را عذاب میکنم که شما در دین موسی علیه السلام گفت هر چی که میکنی بکو، ما علم ما قطعی رسید که خدا حق است و دینش حق است، پیغمبر بر حقش است. و چی عصای شما دیده و چی رقم چیز بود، ما خو با این سحر که میکنیم یک چیزی یک رقم چشما را چی میکنه و چیز تغییر نمیخوره، این خو یک اجزه ها به چی ما فهمیدیم که نمی حق است، این کاری که ما میکنیم او یک چالندازی و یک رقم است، این حق حقیقت است و این معجزش ما تسلیم شدیم، یعنی ما فهمیدیم که خدا حق است و این پیغمبرش به حق است، هر رقمی که ما را میکشی هر چی میکنی بکن. فکرش ما شد یعنی ای چی موسی علیه السلام بود. دوم از که یک نفر بود و میگفت که اتقتلون رجلا یقول ربی الله، چند نفر ای گفت زده، یک نفر بود مومن من آل فرعون یکتم ایمانه، یک نفر بود در قوم فرعون ایمان خود پت میکد از فرعون ولی مومن بود، و اونمو آدمی بود که موسی علیه السلام گفت که بگریز که تو را میکشه، که تو آدم یک سی چیز زدی و مرد، حالی او را میپاله که کی هست، حالی اگر تو قطعی دیگه آدم جنگ کردی خلاص مردم میگه اونمو آدم است که هر کسا بزنه او میمره و تو را میگیره میکشه، بگریز از اینجا اینجا بگریز. او آدم یک مسلمان آدم بوده لکن از خود قوم فرعون، از خود خاندان فرعون، و او حتی زن فرعون معاشرته مسلمان شد. او گفت که ما یا پروردگار ما بیزار هستم از فرعون و خانهش و جایش و پادشاهیش، ما میخواهیم که برای ما یک بیتی در جنت بنا کنی، ما بنده تو هستم خدا، ما فهمیدم این پیغمبر بر حق است. اینا این رقم ای آدم دیگه هم این رقم بود لیکن ایمان خود پت میگد خود ظاهر نمیساد، لیکن اینجا میگه پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه وسلم میگه از صدیقون ثلاثه، مردمان صادق سه نفر هستند. اگر کس سوال میکنه بکنه برادرها، چرا یک نفر سوال کرد دیگه کس سوال نمیکنه؟ گفت صدیقون کسانی که رازگو هستند درست هستند خوب مردم هستند، سه نفر است. یکی حبیب نجار است که او میاد قصه سوره یاسین است که او میده و میگه که شما پیغمبرها را میکشین، شما چی رقم بسیار به سرعت میه، باز خود از او گرفته میشه و وقتی که او کشته میشه بیچاره شهید میشه، میگه کاش که همین لحظه ای را به جنت چی میکره میبره، و ای میگه کاش که قوم ما بدانه او چیزی نعمتی که حالی برای ما حاصل شد، ای را تمام چیزها را میفهمه. اما یکی صادق همی آدم است، یکی مؤمن آل فرعون که او گفته که در تقتلون رجل را یقول ربی الله، شما موسی علیه السلام میکشن که او میگه الله پروردگارم است به این سبب میکشن. دیگه سیمش علی ابن ابی طالب است که افضل همگی است،
وجعفر بن محمد إرواس كأبو بكر خيرا من مؤمن آل فرعون. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيترس أز إذا إيش كلام قصص يا قصص كي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمت في مسجد كعبه شريف نماز خدا ميخوان امرأة ديگه أبو بكر الصديق امرأة جنام يمت کسی برش غرض نداشت اما یک نفر یک آدمی که بسیار کافر قوی و چی بود او از گلون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفت یک تیر در سرش بود میخواست که پیغمبر را بکشه به قتل برسانه حضرت عمر رضی حضرت ابوبکر صدیق گفت اتقتلون رجلا یقول ربی الله یک آدم میکشن که او میگه الله پیغمبر الله خالق ماست به همین سبب میکشنش ای را او را مانده پیغمبر مان پیغمبر در جان عزیز شروع این قصه ده بود که رویش پن دیده بود یک روز تا بگار این بیهوش بود باز بهوش آمد باز این کمی بیدار شد گفت که محمد چطور است پیش از او باز رفت و باز بالاخره خوب شد و چی شد این علم قگب زد آلی این جعفر ابن محمد میگه که ابو بکر خیر من مؤمن آل فرعون زیرا که ابو بکر به پیش روی ابو دشمنش گفت که تو میکشی یک آدم ما با موسی علیه السلام خود در غیابش و آدم گفت موسی علیه السلام نه در حالتی که نه او را فرعون دید و نه موسی علیه السلام دید او گفت که آیا شما میکشن یک آدم که او چی باشه که این گفت بزنه که تقتلون رجلا قول ربی الله شما میکشن یک آدمی که بگوی رب معلاست پس ابو بکر صدیق از همه کده مهمتر است و پیشتر است که او ایمانش یعنی نپوشانده جهارن گفته که تو آیایی رو میکشی با خود کافر گفته و این مقام عظیم بلندتر است از مقام همه از اینا واقعا ابو بکر رضی الله تعالی عنه تمام مالش در راه خدا مصرف کرد مثلا حضرت بلال آزاد کرد دیگه چیزا را حتی پدرش قطعش مخالف شده بود میگفت که تو همه بنده ها و چیا را آزاد میکنی پیسایت میره و ایتا می او و دیگه را بود تا که او مسلمان شد یعنی بسیار پیسه حتی در مدینه منوره که رفت ابو ابی مسجد که از جای از این مسجد خریدنی از این پیسه همه حضرت ابو بکر صدیق پیسه داشت بسیار همه پیسه در راه خدا و همراه محمد صلی الله علیه وسلم علیه صاحب میگه که محمد افضلهم از این صدیقین مردم چی هست یکی پیغمبر هست یکی شهده هست یکی صالحین اولش چی هست صدیقین و شهده و صالحین هست صدیق هست که راست است در دین خود یعنی کجله نیست که یک چیزی را پت کنه یک چیزی را نفهمه یک چیزی را نگویه ای صدیق نیست پت خود نگاه میدنه یا قوم پرست است یا مثلا اگر کسی قوم پرست باشه او هم در جهنم میره که پشتو را دوست داشته و فارسی را یا فارسی را دوست داشته سری مسئله نجات او به خطی قوم دیگه چی بکنه او خب هر روز او را هر وقتی گپ میزنم این را میگم که ولتکن من امت و یدعون الی الخیر و امرون بالمعروف و نهون عن المنکر اولئک هم المفلحون ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب یوم تبیض وجوه یک روزی از قبر میبره که رویهای کسی سفید میباشه و تسود وجوه بعضی میبره از قبر رویش سیاه میباشه و تسود وجوه باز این ملک پرسان میکنم ملک که امرای انسان است که کفرتون بعد ایمان کنم شما کافر شدین بعد از ایمانتون اون میگه که بله مدام این نسل پرستی و نجات پرستی و طایفه پرستی ده این جیرمانم نفهمیدم این حالی ما سیاه روی برامدم میگه فزوق العذاب بینم برو بینم اون عذابتان است اون جهنم است برنده جهنم جهنم یک چقوریست در او که می اندازه خدا نگاه کنه انسان از او باید هر روز در نماز انسان بعد از تشهد امیر بخونه که ربنا اینکه یا پروردگارا تو میدانی
ki ma günahkar hastım, maçi hastım, fakfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina, tamam bedihay mara az beyn buber ve mara mesela ve az azab-ı kabr ve azab-ı cehennem nigah kum. من عذاب القبر من عذاب جهنم از عذاب قبر از عذاب جهنم ما رو نگاه کن جهنم بسیار بد جای دوزخ است که یک چقوری واری است و خدا نگاه کنه بسیار عذاب سخت است این دوی جایش است خدا نار به تو عذاب گرفتار میسازد برادرها هیچ سوال نکدین دیگه یک نفر بود در تمام چیم الهی محمد خانم گم شد هر وقت ام یک کمک میگه دو کمک شه امسال نکرد و عظمی صاحب خودش چی کرد خیر است که این سال هیچ کس کمک چی نکرد قطع ما اینقدر چی که یعنی ما یاد کنیم که برای ما مردم کمک کرده یعنی اینطور نشد خیر است شما سوالای خود بکنین چی خود تغییر نتین در این گفا مهم نیست یک وقت آدم داره یک وقت نداره خیر است پروا نداره دیگه یار وقت گپ میزد برادر صادق بود دیگه بود ولی کسی گپ نمیزنه خیر است گپ بزنیم تبصره کنیم قصه فرعون باز که از حکمای فاسد و چی است برو به دیگه روز برتون از حاکمان فاسد است برای دو میگم برد چی ما قریب چی است قریب پورا میشه دیگه خدا مهربان است خدا حافظتان برادران شما را به خداوند کریم و رحیم سپاریدم در حفظ و امان خداوند باشین به هر جایی که هستین خداوند ما را قرآن کریم در قلبتان نگاه کنین هر وقت تلاوت کنین هر وقت از این استفاده کنین این یک چیزی بسیار مهم است که در زندگی ما وجود داره خداوند ما را هدایت بده که از این استفاده کنین خدا حافظ و ناصرتان